کتب جغرافیای تاریخی وقتی که خراسان گفته شده با تفسیری که کردن غالبا بخش عظیم از کشور ما بوده و یکی از نامهای افغانستان در روزگاران دور و حتی روزگاران نزدیک به عصر ما بوده و وقت آن رسیده که عده‌ای از محققان، مخصوصا محققان جوان ما در این مورد دست به کار تحقیقی و پژوهشی بزنند که تناقض‌هایی که در کتاب‌های جغرافیای تاریخی البته چه در مورد خراسان و چه در مورد بسا از شهرها و سرزمین‌های دیگر کشور ما یا در جوار کشور ما، این تناقضات باید مورد تحقیق قرار بگیرن و ما به حقایق دست اول تاریخی برسیم. مثلا در این شک نیست که مثلا حدود العالم از مؤلف نامعلوم، نویسنده کتاب معلوم نیست، متن بسیار مهمی که بر اساس بعضی قرائن یک عده از محققان به این نتیجه رسیدند که نویسنده این اثر مهم باید از مردم جوزجانان باشه. من شخصا در این کتاب به بعضی سخنان اشتباه آمیز برخوردیم. یکی از روش هایی که معمولا محققان ما در این مورد دارن چنین بوده که در این شک نیست که مثلا حدود العالم متن بسیار مهم است، هم از لحاظ زبان و هم از لحاظ اطلاعاتی که در دسترس ما میگذاره، اما سرانجام هر مؤلف، هر نویسنده در کار خود اشتباهاتی داره و یکی از شیوه ها در تحقیق معاصر نقد منابع است و محقق باید به طرف متنی که باعث ماخذ از او استفاده میکنه هیچ وقتی هیچ سخن را مطلق ندانه. در هر حال توضیح بسیار فشرده بود درباره مفهوم خراسان و اگر مورد قبول دوستان قرار بگیره موجب امتنان خاطر بنده هست و در سخنان بنده هم مسلماً اگر اشتباهاتی بود توسط بینندگان آگاه مورد تصحیح قرار بگیره و لطف می فرمایند مرا در جریان می گذارند.